سلام به همه شما گیرپاجی ها، خیلی مخلصم. آقا یه چند وقت پیش استوری توی اینستاگرام گذاشتم و گفتم میخوام صندلی گیمینگ بخرم، بهم کمک کنید. دمتون خیلی گرمه، خیلی کمک خوبی بهم کردید و خیلی جارو به معرفی کردید و بالاخره صندلی گیمینگ رو گرفتم. چون خیلیاتون پیگیر بودید، میگفتید بگو چی گرفتیم ما میخوایم بگیریم، تصمیم گرفتم یه ویدیوی آنباکس اسمبل ازش بذارم و حالا چیزایی که تو خرید بهم کمک کرد و بهتون بگم. این اسکارفم چند روز پیش تو استوری گفتم به خاطر اینکه اون روزی که یخبندون بود یه مشکلی برای دندونم پیش اومد و یه مدتی همراهمه. خلاصه سابسکرایب و لایک این ویدیو یادتون نره تا بریم سراغ آنباکس صندلی. خب این صندلی دیکس ریسر ایر 7100 که من از شرکت تخت جمشید خریدم، سایتشون میتونید نگاه کنید. الان تو سایتشون این مدل 14900، ولی اون موقعی که من خریدم یه تخفیف خوب داشت که 10430 اگه اشتباه نکنم من گرفتم این صندلیو. خیلی مارکای دیگه هم بود، مارکای ایرانی هم زیاد بود که من حالا به خاطر قیمت مناسبی که این داشت اینو گرفتم. البته دیکس ریسر جا افتاده و کیفیت به نسبت خوبی داره. یه نامم برامون گذاشتن ببینیم چی ضمانتنامه‌شه. خب شرایط ضمانتنامه رو نوشتن که حالا هنگام خرید سال بودن کالا از لحاظ ظاهری مطمئن باشید، شکستگی، پارگی، رنگ پریدگی جز شامل گارانتی نیست. 2 سال گارانتی تعویض دارن. تمام قطعات از قبیل دسته، چرخه، جک گازی، مکانیزم صندلی، روکش صندلی، فوم و بالشتک‌های پشت سر و کمر شامل گارانتی نیست. سازه فولادی صندلی و پایه چرخی همون بیس گارانتی مادام العمر داره. کلیه عیوب ناشی از استفاده ناصحیح هم تحت گارانتی نیست. قبل از مونتاژ هم گفته حتما دستور عمل رو بخونید. صفحه چوبی، کاورهای فیبر کربنی و فیدر چرمی هم گارانتی نداره. ضرب رطوبت و حرارت اینا بهش نخوره. میگه یه بارم خراب شد به کارشناسات بگین و همین حرفا دیگه. اما گفت کارشناسان حتما قبل از خرید صندلی مشورت کنید با اون کسی که میخواید بخرید، چون نسبت به قد و وزنتون خیلی متفاوته. من یه مدل دیگه میخواستم بگیرم ولی قد و وزنش بهم نمیخورد، یعنی به قد و وزن من نمیخورد. به خاطر همین اینو گرفتم که به قد و وزنم بخوره. حتما از کسی که میخواید بخرید مشورت بگیرید. خب این خیلی بزرگه، اینو بذاریمش این و که قطعات روی این میز بذاریم. چجوری بلندش بعد بوره. یک دو مانیتور کت شد. همه چی اوکی؟ خب شروع کنیم ببینیم چی به چیه. این که اینا شروع کنیم. خب این بالشتکشه. این بالشتک مموری فوم هم داره که بازش کنیم. خیلی نرم و باحاله. اینجا این چیه؟ اینم یه چاقو جالیوانیه که من براش سفارش دادم. اصلا اکسسوری ها داره که بتونید جدا بخرید، تا تصویرشو میذارم. پیچ و آچار و خود جالیوانی. شما برو اونجا. این چیه؟ نه این چیزه. موس و کیبورد و اینا سفارش دارم. قسمت اصلی صندلی یه جایی گیره. اینجوری بشه. اینجوری. اینجوری بیاد بیرون. خب یه قسمت های اصلی چاقو. این صندلی تفاوت اصلیش با صندلی های گیمینگ یه جورایی میام داره این. روحی هم تازه شد. خب این صندلی تفاوتی که با صندلی های گیمینگ داره، قسمت توری این پشت داره که وقتی شما خیلی پشت صندلی باشید یا هوا گرم باشه عرق نمی کنید، که این خیلی گزینه خوبیه. نمیذاریمش اینجا فعلا. قسمت پایه صندلی.
این از این بری بذاریم چرخوش رو پیدا کنیم روش ببندیم. خوده با فشاری چسبیده بودیم پایین. چیه این؟ اینو فعلا بذاریمش پایین. اینجا چی داریم؟ خب رسیدیم به دفترچه راهنماش. دفترچه‌ش هم صورتیه. خب چی هم دازم هنگیچه؟ خب اوکی پمپ جکشه که اوکیه. دقدانست یادچاره اینا چیز هم برای اون گذاشتن. دستیم به قسمت اصلی. شما هم برو پایین. شما هم برو دیگه اینجا جا کم داری. کم کنیم بکنیم آفرین بهتر شد. خب چرخ ها رو بهش رفت جا. چه راحت رفت جا. این شد قسمت صندلی ما. این ایمنیه. حالا پایین میکنیم پیدا نباشه قسمت اصلی صندلی ها. زود ببینیم این بذاریم پایین. یا خدا صندلی چاقوش کاشم. به 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 به. خب دیگه چی تو جعبه داریم دیگه؟ این خدا این جکو چند تا نمره چیز را چیز دیگه تو جعبه نداریم. خب اول یه کاری کنیم. اول آشغالا که دور برمون جمع و جور کنیم. سیکی کن این جا بمونه. اینجا باشه فعلا. سه خوبی داره پلاستیکش خیلی بد. اولین کاری که باید بکنیم اینه که اینو اینجوری بذاریم و این جک رو ببندیم روش. اول باید این پیچه رو باز کنیم. خب یه سری تنظیم هم اینجا میبینم که جالبه. دست چپ و راستش هم میشه تنظیم کنی. پیچ همیشه اول با دست برید که رزبه رو رزبه نشه. بعد آچار استفاده کنید. خدای پیچ اضافه بردیم. چهار تا اینجا باز که مره پنج تا اینجا. ببینیم از کجا همونیه که یادم یه پیچی بود تو مسائل. به حد سفت کنیم که نباره. آچار جالبی داشت. یه تو جبه ابزارم قچار دوست داریم دیگه چیکار کنیم. خب این هم سفته. این از این اوکی شد و قسمت جک هم بذاریم. خب بذاریمش آخه. خب حالا چقدر راحته. خب میز رو بذاریم کنار رو سراغ بقیه داستان که این باشه بیاد بیچاش باید باز بشه. رو بیا اینجا ازدم میاد این بغل قرار میگیره. این قسمت هم جا داره برای تنظیم گودی کمر که باحال بود. حالا بعد دقیق تنظیمش میکنم. اینا مال ریل زیرشون. خب قسمت هم که اینا باید بره سر جای خودش. بپوشونه اینو که نمیره. چرا اینجوری میره؟ این چیز فشاری نیست. همه چیز با فکر حل میشه. آهن ربایی جالب بود خیلی. اینم از ابرش چه؟ اینم ناکن جا برای تنظیم داره. میره پایین میاد بالا که تونین تنظیم کنید. پیچای پشتش هم جا داره که برای بالا پایین بودن نسبت به قدتون میتونین تنظیم کنید که ما فعلا همینجا میبندیم. باید تنظیم ها رو انجام میدیم. لیوانش هم ببندیم جا لیوانیش. خب توی مدتی که گوپرو برید کرد لیوان جالیوانی رو هم بستم و یه بیل بیلک کوچیکی هم این پشت داشت میزنی که بیش از حد این اب بالا نیاد و اینا رو هم برو کنار. برو کنار.
خب یه دونه پیچ هم اضافه آوردیم که خودمون دونه مال کجاست بعدن پیدا میشه مندیم روش و این هم از صندلی. شیریم روی صندلی، نه راحت، حس خوبی میده، حس خونکی میده، مثل چرمانیست وقتی میچسبی بالشتش، خیلی راحته و برای موقعی که دیگه ادیت میکنی یا گیم میزنی واقعا خوبه. دستهاش هم قابل تنظیمه که جلو و عقب و توی زاویه های مختلف بالا و پایین تنظیم میشه. این هم تقریبا تا 45 درجه میخوابه و راضی کننده است، خوبه. خب آقا اینم از آنباکس صندلی دیکس ریسر 7100 ایر، امیدوارم خوشتون اومده باشه. درباره استدیو هم یه ویدیو آماده کردم، احتمالاً یکی دو روز دیگه میذارمش که اونم میتونید ببینید. سابسکرایب به چنل یادتون نره. خیلی مخلصم، دو تا ویدیو دیگه هم بهتون پیشنهاد میکنم، اون دو تا رو میتونید ببینید. بریم سراغ سیستم.